سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک ویدیوگیر در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد پارگی لاملار یا لاملار تیرینگ، پدیده تورق با هم صحبت کنیم. در سازهای فولادی امکان داره رخ بده. ببینید این دو تا شکل رو شما دقت داشته باشین. توی این حالت سمت چپ الیاف این عضو ما توی همین راستاست و الیاف این عضو هم توی همین راستا. این پخ ما طوری خورده و طوری جوش داده میشه که جمع شدگی بعد از جوش برای این زل توی همین راستا به وجود میاد و برای این زل هم، یعنی این خطه مقدار اگه مثلا بیاد اینجا، توی همین راستا اتفاق میفته، مشکلی نداره. اما توی این حالت باز برای این عضو مشکلی نداریم، یعنی تو جهت الیاف این حالا پخ، اما برای این حالت این پخ ما عمود به این عضو، یعنی اگه این الیافش اینجوری باشه، این به این صورت کشیده بشه، جمع شدگی به وجود بیاد، اینجا پارگی برای ما به وجود میاد. اینو میگم پارگی لاملار. توی این شکل باز واضح تر هست، یعنی این الیاف ما اگه به این صورت باشه، این الیاف این یکی عضو ما توی این جهت باشه، میبینید این جوش ما زمانی که پخش به این صورت خورده میشه و این جوش عمود به این الیافه، در اثر جمع شدگی اینجا پارگی لاملار به وجود میاد. اما تو این حالت چون این جوش در جهت الیافه، این یکی هم در جهت الیافه، یعنی پخ طوری خورده که دو سمت در جهت الیافه، چه این بیاد اینور جمع شدگی به وجود بیاد، چه این خطه بیاد یه مقداری بالاتر جمع شدگی به وجود بیاد، در جهت الیافه و اینجوری پارگی ایجاد نمیشه و مشکلی حالا برای اون عضوهای ما به وجود نمیاد. ما باید سعی کنیم در پخ زدن دقت کنیم. الان باز اینجاها زده پدیدهای لاملا رو، مثلا اینجا دقت کنید، دوباره این جوش الان عموده به الیاف این، این باعث میشه از این و جمع شدگی به وجود بیاد، اینجا ترک بخوره. در صورتی که اگه مثل اون دو تا حالت اول، مثل اون حالت عکس اول یا عکس دوم که درست بود، اون شکل سمت چپه، شکل اولی که دیدیم با هم، اون وقتی در جهت الیاف باشه مشکلی به وجود نمیاد. توی مبحث ده هم باز همین موضوع رو زده برای ما. شکل 10-4-22 که تو مبحث ده برید، پارگی ورقه‌ای رو مشاهده میکنید. حالا هم توی این حالت که چون این الیافش به این صورت اینجوری داره کشیده میشه، این باعث میشه اینکه پارگی ورقه‌ای به وجود میاد. همینطور توی این شکل، این الیافش الان توی این حالته، برای این عضو خب مشکل نداره پدیده جمع شدگی به وجود بیاد، ترکی ایجاد نمیشه، پارگی ایجاد نمیشه. اما این عضو چون الیافش عمودیه و این جوش عموده بینه، این تحت این کشش و جمع شدگی که وجود داره بعد جوش، اینجا باعث میشه پارگی ورقه‌ای به وجود بیاد. پس باید طوری باشه که اون جوش عموده به الیاف نباشه، در جهت الیاف باشه. گفتم یک توضیح مختصری در مورد پارگی لاملار خدمتتون بدم. تو ذهنتون باشه سوالی تو آزمون خاصی اومد، بتونید جواب بدید و کلا در موردش اطلاعاتی داشته باشید. حتما کانال رو دنبال کنید و سابسکرایب کنید. ممنون از توجهتون.